سلام دوستان، من مریم نمازی هم میخواستم در رابطه با یک کنفرانس خیلی مهمی تاریخی که در لندن قرار صورت بگیره در 11 تا 12 اکتبر در لندن، هتل خیلی زیبایی، بیشتر از 50 سخنران به این کنفرانس از نقاط مختلف جهان به این کنفرانس میان. فقط میخواستم یه خورده در رابطه با سخنرانان براتون بگم. ای سی گریلینگ یه فلسوف انگلیسیه، امال فرح یه کسیه که به خاطر اینکه آتیش شده از سومالیاس، خانوادهش تردش کرده و تهدیدش کرده. آمال گرامی یه پروفسوریه در دانشگاهی در تونسیا که در صف مقدم علیه سلافیا بوده که میخواستن بیان و دانشگاه رو اسلامی کنن. امین صبویی که یه فعال برهنگیست در از تونس، اونم اینجا خواهد بود. همکاران عزیزم بهرام سروش و فریبرز پویا از برنامه نان و گل سرخ هم سخنران خواهند بود. بنباز عزیز یه آتیست مصریه که یه سال در کویت به خاطر آتیزمش در زندان به سر برده. کارولین فورت یه سکولارست مشهور فرانسویه که یه کتاب خیلی مهمی علیه یکی از اسلامیای غربی به اسم طارق رمضان نوشته، اونم اونجا خواهد بود. چیتان بات رئیس مرکز حقوق بشر دانشگاه LSE اونم اونجا سخنرانی خواهد کرد. کریس موس یکی از دانشجویان آتیسته که به خاطر پوشیدن لباس جیزس اند مو که مسخره میکنه هم مذهب مسیحی و اسلامو، چند بار اذیت شده و علیهش ایستاده. الهام منیه یک نویسنده یمنی، فایزل سعید المطار یه فعال عراقیه، فتوسو از سنگاله که هماهنگ کننده بین المللی یه سازمانی هست به اسم زنان تحت قوانین اسلامی. گیتا ساهگل قبلا برای عفو بین الملل کار میکرده و اخراجش کردن به خاطر انتقادش از رابطه اون سازمان با جریانات اسلامی. حمید تقوایی اونجا خواهد بود، رئیس دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران. حوزان محمود که یک فعال کرد عراقی در دفاع از حقوق زن. هوریا مصدق یه زن افغانی فعال حقوق زن که اتفاقا توی افغانستان به خاطر اینکه یه لحظه برغاشو باز کرد، جلوشو باز کرد، طالبان یکی از طالبانی ها زد دماغش شکون. ایماد حبیب الدین یه فعال آتیست تو مراکش که اولین سازمان آتیست اکس مسلم و اونجا در یک کشوری که اسلام قوانین اصلیشه رو شروع کرده، اون اینجا خواهد بود. اینا شفچنکو هم اینجا خواهد بود، ایشون رئیس فمنن، زنای فعالین زن که برهنن. جولی بندل یه نویسنده معروف انگلیسیه. کاظم الغزالی هم یه بلاگر مراکشیه. کریما بنونم یه نویسنده و وکیل الجزایریه که یه کتابی اخیراً نوشته به اسم فتوای شما اینجا قابل قبول نیست. کیت سمرتویت یه کمدینه. کینان ملک هم یه نویسنده است که اینجا خواهد بود. کیران اوپال یه فعال اکس مسلم و آتیسته که پاکستانی الاصله. لیلا سلیم یه جوانیه که 6 سال در مدارس اسلامی در انگلیس و پاکستان به سر برده. یه گروه رقص هست به نام LCP که چندین جایزه برده برای کاراش. یه فیلمساز ایرانی به اسم لیلا قبادی که بعضی از فیلماش هم توی ایران قدغن شده اینجا خواهد بود. ماها کمال یه فعال آتیست اکس مسلم که به خاطر اینکه آتیست شد و اسلام رو ترک کرد از طریق خانوادهش اذیت شده. مگدلین اوبیدا یه فعال زن لیبیایی هست که اتفاقا اسلامی ها رو بودنش و جزو انقلاب لیبی بود، ولی بعد رو بودنش تهدیدش کردن و همکار عزیزش سلوا تازگی توی لیبی ترور شد از طریق اسلامی ها. مریم هله لوکس که یه فعال واقعا خیلی عزیزه از الجزایر که هماهنگ کننده سازمان سکولاریسم یک مسئله زن هست اونجا خواهد بود. خود من البته یکی از سخنرانان هستم. نادیا الفنی یه فیلمسازی است که فیلمساز تونسیه که یه فیلم درست کرد، نه
نه رئیس نه الله، و به خاطر اون تهدید شده و مجبور به فرار از تونسی شده. نهلا محمود یه آتیست و سکولاریست سودانی اونجا خواهد بود. نینا سنکاری که رئیس یک سازمان زنان در اروپایی در لهستان هستش و در زم سازمان آتیست لهستانی. پرویز هودبه که یه فعال شناخته شده در دفاع از حقوق انسانی از پاکستان میاد. پیتر تاچل که فعال حقوق برابر همجنسگرایان و حقوق انسانی هستش. پراگنا پاتل که یه فعال زن شناخته شده است تو این کشور، روزنامه گاردین گفته که جزو 100 زن اول این کشور برای فعالیتش در دفاع از حقوق زن. رامین فرغانی که ایرانیه و شروع و تأسیس اکس مسلم اسکاتلند رو شروع کرده. راندا خسیس هم یه از سوریه است و جزو شورای ملی سوریه بود، ولی به خاطر چیزش مبارزش علیه اسلامی ها بیرونش کردن از اون شورا. رومی حسن یه نویسنده است. سلیل تریپاتی یه جورنالیسته که چندین جایزه برده. سنال ادماروکا از هنده که به خاطر انتقاد از مذهب مجبور شده از هند فرار کنه. شلی سیگال یه خواننده خیلی مشهور استرالیایی که قراره بیاد و برامون بخونه. سیبا شکیب یه فیلمساز و نویسنده ایرانی آلمانیه که اتفاقا یکی از کتاباش جایزه پنو برده در رابطه با وضعیت زنان در افغانستان. سو کاکس یه زنیه که در بچگی مورد استفاده جنسی شده از کلیسای کاتولیک و یه سازمانی شروع کرده برای کسایی که بازماندگان این نوع اذیت و آزار. تاج هرگی یه امام توی یکی از شهرهای انگلیس که علیه اسلام سیاسیه و تازگی یه کمپینی شروع کرده برای قدغن کردن برقا در انگلیس. تاریخ فتح تأسیس گذار شورای کانادایی مسلموناست و علیه قوانین شریعه است و علیه اسلام سیاسی. تسلیم نسرین یک نویسنده و فعال خیلی مشهور بنگلادشیه. تری ساندرسون رئیس سازمان سکولاریسای انگلیسه. و والید الحسینی هم یه فعال فلسطینی آتیسته که یه سال در فلسطین به خاطر آتیزمش در زندان بوده. یعنی میخوام بهتون بگم واقعا این آدم ها عزیزن، آدم هایی هن که در صف مقدم علیه اسلام سیاسی، علیه دخالت مذهب در زندگی مردم و برای برابری، برای حقوق جهان شمول و برای سکولاریسم مبارزه کردن. این کنفرانس به نظرم کنفرانس تاریخی خواهد بود. حتما باید اونجا باشین، من اونجام، شما باید اونجا باشین. و یه چیزی که بعد میتونیم به بچه هامون، نوه هامون بگیم که یه روزی ما اونجا بودیم، پس بیاین بلیت بخرین، حتما اونجا باشین. مرسی.